سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال آشپزی با دادلی خیلی خوش اومدین. تحجین مرغ قالبی درست کردم، یه تحجین خیلی خوشمزه و خیلی هم راحت. اگه دوست دارین آموزشش رو ببینین، لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب اولین کاری که میکنیم، برنج رو با یکم آب و نمک خیس میکنیم، میذاریم 3-4 ساعت بمونه. خب بعد 3-4 ساعت توی قابلمه یکم آب و نمک میریزیم، میذاریم تا به جوش بیاد. خب بعد اینکه آب هم به جوش اومد، آب برنج رو میریزیم، بعد برنج رو داخل قابلمه میریزیم. خب برنج که نرم شد، آب کشش میکنم. خب یه ظرف مناسب برمیاریم، بعد دو تا تخم مرغ میشکنیم، اینا رو با هم زن دستی هم میزنیم. خب بعد اینکه تخم مرغ خوب هم زدیم، گلاب و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم. بعدش کره ذوب شده رو بهش اضافه میکنیم. بعدش هم ماستو بهش اضافه میکنیم. دوباره همه مواد رو با هم خوب هم میزنیم. بعد اینکه همه مواد رو با هم خوب مخلوط کردیم، برنج رو بهش اضافه میکنیم. خب بعد اینکه همه مایه رو با برنج با هم خوب مخلوطشون کردیم، یه قالب یا قابلمه مناسب نسوز بر میداریم، بعد همه جاشو با روغن خوب چرب میکنیم، بعد برنجمون رو توی قالبمون میریزیم. از برنج که یکم ریختیم، بعد با قاشق صاف میکنیم. خب بعد اینکه برنج رو با قاشق صاف کردیم، مرغ رو که پختم ریشیشش کردم وسط این برنج میریزم. خب دوباره برنج رو بهش اضافه میکنم. بعد بازم با قاشق صاف میکنیم. خب بعد اینکه به اینجا ریختیم و صاف کردیم، روش فویل میذاریم. خب بعد اینکه فویلم گذاشتیم، اینو از چند جا سوراخ میکنیم. خب بعد اینکه سوراخ کردیم، میذاریم داخل فر تو دمای 180 درجه تقریبا از 45 دقیقه تا 1 ساعت، بستگی به فر داره. خب بعد 1 ساعت اینا که از فر در آوردیم، درش میاریم، فویلش رو در میاریم.
خب بعد اینکه فایلشو درآوردم دوباره 10 دقیقه یه رو میذارم تو فر، از بالا میزنم تا یکم گریل بشه، طلایی بشه. خب یکم که طلایی شد از فر درآوردمش. الان میخوام از قالبش در بیارم. خب تچینو از قالبش در آوردم. بعد با هویج و پیاز و زرشک سرخ شده و خلال بادام تزیینش میکنم. تچینو تزیین کردم. اگه دوست دارین آموزش پختن مرغ و سرخ کردن هویج و پیاز رو ببینید، یاد بگیرید، تو فیلم هویج پلو گذاشتم، لینکش رو تو کپشن میذارم، اگه دوست داشتین وارد لینکش بشید برید نگاه کنید. خب اگه از پستمون خوشتون اومده لطفا لایک کنید و نظراتون تو کامنت برام بنویسید و اگه کانال رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا تو ویدیوهای بعدی هم همراه من باشید.